انتشار خبر ورود 420 کانتینر لوازم خانگی بش به گمرک شهید رجایی از اوایل پاییز امسال خبرساز شد. ورود این 420 کانتینر در شرایطی صورت گرفت که واردات کالاهای گروه 4 از جمله لوازم خانگی حداقل 2 سال است که به دلیل حمایت از تولید داخل و حفظ ذخایر ارزی ممنوع است. سازمان گمرک فعلا از ترخیص این کالاها جلوگیری کرده است. با وجود واردات حدود 70 میلیون دلاری کالاهای این گروه قبل از ممنوعیت، دولت مهلتی برای اظهار و ترخیص این کالاها تحت شرایطی تعریف کرد که 26 شهریور ماه امسال به پایان رسید. در نهایت بخش زیادی از این کالاها با اتمام زمان متروکه شدند و دیگر امکان ترخیص آنها وجود نداشت. معاون فنی گمرک ایران میگوید موضوع ورود کالاهای ممنوعه به گمرکات جنوب کشور بدون ثبت سفارش از سوی سمت اتفاق تازه‌ای نیست و مربوط به عرفی تجاری است که اجازه می‌دهد این کالاها بدون ثبت سفارش وارد گمرک‌ها و بنادر شوند. صاحب کالا می‌تواند بعد از ورود این کالاها اقدام به ثبت سفارش کند. صاحب کالایی که میخواد از بندر جنوبی، گفتین که نیاز به ثبت سفارش نداره، برنکه از بندر امام و گمرک. بله. قبل از اینکه بخواد کالا رو بیاره به گمرک یا بندرها، نیازی نیست که از سمت مجوز خاصی بگیره؟ یعنی سمت اصلا در جریان نبوده که اون کالا داره وارد بندر شهر میشه؟ ببینید، سمت که در جریان موضوع قرار نمیگیرد به دلیل اینکه سمت فقط وظیفه‌اش صدور خود مجوز ثبت سفارش برای واردات اون کالا هست و نیازی هم نیست که در جریان قرار بگیرد. منتها من بارها و بارها اشاره کردم روند بحث ورود کالا به یک کشور، به کشور ایران، به یک نحوی اشتباه است. یعنی بر اساس یک سری عرف غلط تجاری صورت پذیرفته که حتما این عرف به یک نحوی باید چیز بشه. حالا بعضی خوب اعتقاد دارن که نه، مناطق شرایط خاص خودش، قوانین خاص خودش رو دارن که حالا با اون کاری نداریم. درسته که فلسفه وجودی مناطق ویژه و مناطق آزاد این هست که به یک نحوی بر اساس قوانین خودشون فعالیت کنند. صحبت من در خصوص کالاهایی هست که به منظور واردات قطعی وارد این مناطق میشوند. ببینید، در سال 79 من در گمرک شهید رجایی خودم حضور داشتم، به عنوان بررسی کننده اسناد اونجا حضور داشتم و بررسی میکردم این کالا رو. اگر کالایی اول ثبت سفارش میگرفت و بعد میومد به گمرکات میرسید، نسبت به انجام تشریفات این کالا اقدام میشد. ولی اگر ثبت سفارش رو بعد از اینکه کالا بیاد برسه به گمرکات یا مناطق ویژه و مناطق آزاد میرفت، طرف ثبت سفارش میگرفت، به هیچ عنوان گمرک اجازه ورود این کالا رو نمیداد. اون زمان به این صورت بود، حتما باید تاریخ ثبت سفارش مقدم بر تاریخ ورود این کالا می بود و این کالا به این صورت می اومد وارد بنادر، مناطق ویژه، مناطق آزاد و سایر اماکن گمرکی می شد. ولی بعدها به دلیل شرایط تحریم یا سایر موارد، این تقریبا به یک نحوی تحت الشعاع قرار گرفت و گفتن هر کسی میخواد کالا رو وارد کنه و بعداً ثبت سفارش انجام بده. اوکی، مشکلی نیست و ما این رو هم قائل هستیم که در خصوص بعضی از کالاها انجام بشه، نه همه کالاها. اگر کسی کالای اساسی رو میخواد برداره بیاره، مشکلی نیست، ما با این هم موافق هستیم. اگر کسی کالای ضروری رو میخواد بیاره، کالای پزشکی رو بیاره، مواد دارویی رو بیاره یا کالاهایی که تولیدی هستن رو بیاره، با این قسمت هم گمرک موافق است. ولی هر کالایی بدون ثبت سفارش الان میتواند بیاد برسه به بنادر کشور، به مناطق ویژه، مناطق آزاد و بعد بره ثبت سفارش اخذ بشه و به گمرک ارائه بشه یا بیاد اظهار کنه و هیچ کسی هم جلوی این موضوع رو نمیگیره. در نتیجه الان شما می توانید کالاهای گروه 4 مختلفی رو یا کالاهای گروه 27 که الان بالاخره اون اولویت ارزیشون غیر فعال هست، در بنادر به وفور مشاهده کنید. مثلا هست، حالا من میزان شاید نسبت به قبل خیلی کمتر شده، ولی این لزوما، همین الان میتونه کشتی مثلا برداره کالای گروه 4 رو بیاره. نه وزارت سمت در جریان این هست، نه گمرک در جریان این هست. این کالا توسط مرجع تحویل گیرنده اونجا اون هم در جریان تکلیفش نیست. یعنی میاد کالا اونجا تخلیه میشه، قرار میگیره و بعد صاحب کالا میره ثبت سفارش میگیره و به گمرک میاد کالای خودش رو احضار کنه. یعنی قابلیت ورود کالاهای ممنوعه به این اماکن در حال حاضر وجود دارد. بدون ثبت سفارش هم این داستان ممکنه اتفاق بیفته و بعد بره حالا ثبت سفارش تونست بگیره یا نه. کالاهای ممنوعه معمولا از مرزهای جنوبی کشور در حال حاضر قابلیت تخلیه در مناطق ویژه، مناطق آزاد و اماکن گمرکی و سایر موارد رو دارند. اظهار این کالا ظرف چند ماه گذشته به گمرک انجام شده و
با توجه به اینکه اخیراً این اظهار به گمرک صورت پذیرفته، گمرک هم مطابق مقررات اومده و رسیدگی‌های لازم رو در حین تشریفات گمرکی انجام داده و نهایتاً فعلاً کالا در گمرک شهید رجایی موجود هست و از ترخیصش هم جلوگیری شده. مصوبه سال 97 هیئت محترم وزیران اشاره شده که ورود هر کالایی به داخل کشور نیازمند این هست که حتما ثبت سفارش از وزارت صنعت معدن تجارت اخذ بشه و در کنارش اشاره شده که حتما ترخیص کالا یا ورود کالا باز به مناطق داخل کشور مستلزم این هست که کد رهگیری بانک رو حتما توسط گمرک چک بشه و بعد اجازه ترخیص کالا داده بشه. این مصوبه و این تکلیفی که بر گمرک تقریبا به دوش گمرک گذاشته شده در مرزهای زمینی و خاکی ما قابل کنترل هست. اونتا در مرزهای جنوبی ما که تقریبا مشرف به مناطق ویژه و مناطق آزاد هستن، مثل بندر شهید رجایی، بندر بوشهر، بندر حضرت امام و سایر مبادی رسمی که در مرزهای جنوبی کشور و مشرف به دریا هستن، خب اینجا کالا به اعتبار ثبت سفارش وارد این مناطق نمیشه. کالا رو میارن، حالا هر کالای ممنوعه ای هم باشه میتونه بیاد وارد اون بندر بشه، وارد اون مناطق بشه و کالا دپو میشه و تا الان فرایندی وجود نداشته که بیان حتما برای کالاهایی که به منظور واردات قطعی وارد اون مناطق میشه قبلش بیان ثبت سفارش رو چک کنن. یعنی فرضاً اونجا نمیشود یک کشتی رو متوقف کرد که کانتینر به کانتینر این کانتینرها رو چک کنن ببینن آیا ثبت سفارش دارد یا خیر. اینو باید به یک نحو سیستمی اولا اطلاع رسانی بشه که تمامی کانتینرهایی که به منظور واردات قطعی در شرف خرید و حمل هستن حتما باید ابتدا ثبت سفارش گرفته بشه و ثانیاً در اسناد حملشون به یک نحوی مجوز ثبت سفارش شمارش قید بشه. و یکی از مصوبات سفر معاون اول محترم رئیس جمهور این بود که قبل از حمل کالاها حتما به اون شماره ثبت سفارش در اسناد و مدارک اشاره بشه، که این رو مقرر شد که سازمان بنادر و دریانوردی این موضوع رو پیگیری کنه که به نتیجه منتج بشود. ولی به صورت کلی خب سوالی که شما مطرح کردید کاملا به جا هست. کالای ممنوعه‌ای میتواند بیاد و در بنادر، در مناطق ویژه و مناطق آزاد دپو بشود یا تخلیه بشود. حالا از اون به بعدش کی به گمرک ارسال میشه، به چه صورتی ارسال میشه، تشریفات کی اعمال میشه، آیا از تشریفات و از ورود این کالا جلوگیری میشود، برمیگرده به اون لحظه اظهار و تشریفات بعدش. بنابراین من قانونی وجود نداشته، منی از این جهت که کالا رو بیارن و در اون بندر دپو کنن یا تخلیه کنن وجود نداشته و چکی نشده. خب الانم من میگم کالای گروه 4 همین الانش هم میتونه بیاد در همون بندر شهید رجایی تخلیه بشه. تا زمانی که به گمرک ارسال نشده این چک و این کنترل انجام نمیشه. رئیس اتحادیه تولید کنندگان لوازم خانگی میگوید با وجود ممنوع بودن واردات این کالاها همچنان میتوان آنها را در فروشگاه های لوازم خانگی پیدا کرد. خیلی رسمی بوش داره میاره و عرضه میکنه، ولی خیلی از کالاهای خارجی دیگه غیر رسمی میانن عرضه میکنه. شما این کالای لوازم خانگی خارجی وارداتیش ممنوعه، ولی حداقل 50% سهم بازار تلویزیون کشور دست برندهای خارجی. خیلی عجیبه این آمار و متاسفانه خیلی ها قاچاق سازمان یافته میکنن و خیلی ها از مبادی ورودی رسمی دارن کالا میارن و در فروشگاه های خودشون عرضه میکنن، خصوصا در 6 ماه اول امسال، یا بگم 8 ماه سال 99 خیلی واقعا سختی کشیدن تولید کنندگان لوازم خانگی. بعضا تا 3 ماه عرض بهشون تخصیص داده نشد و واقعا با مشکلات زیادی مواجه شدن و واقعا این بازار رو همین تولید کنندگان داخلی باعث شدن که اون تنش‌های بسیار وحشتناک که در خیلی از بازارها اتفاق افتاد و در بازار لوازم خانگی هم اتفاق افتاد اینها فروکش بکنه. ببینید، ما مخالف واردات نیستیم، ما مخالف حق انتخاب مردم نیستیم، ولی باید جریان اقتصادی رو بر اساس یک استراتژی مدیریت بکنیم. ما میگیم که اگر در کالاهایی که به اندازه نیاز بازار و حتی بیش از ظرفیت نیاز بازار
سرمایه گذاری شده و میتونیم کالاهای مورد علاقه و مورد نیاز و همراه با سلیقه مردم ایران تولید بکنیم، در این زمینه ها نه اجازه بدیم دیگه سرمایه گذاری خارجی انجام بشه، نه اجازه بدیم واردات انجام بشه، نه اجازه بدیم قاچاق انجام بشه. اما اگر در کالاهایی نیاز به سرمایه گذاری داشتیم، نیاز به واردات داشتیم، اینو بر اساس یک استراتژی مدیریت بکنیم. ما باید از این کسی که در دوران سختی حواسش به کشور و مردم بوده از این حراست بکنیم و اون جاهایی که فقط نیاز داریم بتونیم با سرمایه گذاران دیگه وارد مشارکت بشیم.